صحبت‌های جالب و تأمل برانگیز شهاب حسینی درباره امام حسین و واقعه عاشورا. با ما تو این ویدیو همراه باشید، صحبت‌های این بازیگر رو میشنویم و راجع به همکاریش با پروژه کربلا جغرافیای تاریخ هم صحبت میکنیم. تا پایان ویدیو همراهمون باشید. سلام سلام، چطوری رفقا؟ به کانال خودتون، کانال میم تیوی، خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال و احوال خوب باشه و اوضاع به کامتون باشه. شهاب حسینی به تازگی همکاری رو با پروژه کربلا جغرافیای یک تاریخ که درباره امام حسین و واقعه عاشورا هستش انجام داده. شهاب حسینی قبلا هم تجربه حضور توی دو تا فیلم عاشورایی من و زیبا و دل شکسته رو هم در کارنامه فعالیت هنری خودش داشته و همیشه هم از ارادتش نسبت به ائمه به خصوص امام حسین صحبت کرده. شهاب حسینی در پنجمین شب از محفل عاشورایی بنیاد سینمای فارابی با عنوان سینماتکیه که با حضور داریوش یاری به اکران فیلم سینمایی کربلا جغرافی یک تاریخ و تقدیر از عوامل اون که شهاب حسینی راوی قصه و داریوش یاری کارگردان اثر بودهش اختصاص داشت. شهاب حسینی توی این مجلس اظهار داشت این جمله رو همواره خیلی من رو به فکر فرو برده و احساس میکنم ممکن است آدم ها در طول زندگی تمام اوقاتشون را به عبادت بگذارنن اما مشیت پروردگار در هدایت اونها نباشه. اما فکر کردم به حضرت آقا امام حسین همیشه این نور امید را در دل من روشن کرده که شاهراه هدایت این امام بزرگوار هستن. با عشق به امام حسین میتوان امیدوار بود که مشیت خدا بر هدایت آدم قرار گرفته. خوشحالم اگر قابل بودم و در اثر کربلا جغرافی یک تاریخ ایفاگر نقشی هرچند تنها با صدا باشم. اگر چنین شخصیت عظیمی در هر قوم و ملتی وجود داشت، مطمئن باشید تا به حال صدها اثر ارزشمند درباره چنین شخصیت بزرگواری تولید شده بود. اما متاسفانه ما هنوز هیچ کار بزرگی درباره این امام انجام ندادیم. امیدواریم به مدد خود امام حسین و اراده مبنی بر این مهم شکل بگیرد. بریم با هم بخشای از صحبت‌های شهاب حسینی رو درباره این همکاریش و صحبت‌های درباره امام حسین بشنویم. حتی جایی پروردگار خطاب به پیامبر صلوات الله علیه می‌فرماید که حتی اگر تا خداوند نخواهد تو موفق به هدایت آن نخواهی شد. فکر کردن به حضرت آقا امام حسین علیه السلام این نور امید همیشه در دل من روشن کرده که شاهراه هدایت ایشونه. با عشق به امام حسین میشه امیدوار بود که خداوند مشیتش بر هدایت عالم قرار گرفته. خوشحالم اگر قابل بودم در این اثر ایفای نقشی هرچند با صدا داشته باشم. برای اینکه به خلافت یزید بن معاویه اعتقاد داشتن، فرماندهی عمر بن سعد در برابر حسین بن علی و یارانش که به 72 تن معروف شدن ایستادن. خب دوستان، نظرتون درباره صحبت‌هایی که شهاب حسینی انجام داد چیه؟ حتما نظرتون رو برام تو بخش کامنت ها بنویسید. یادتون هم نره از ما حمایت بکنید و این ویدیو رو لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدارتون باشه. پیشنهاد می‌کنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو ببینید.